ساخت هواپیمای عمود پرواز خیلی سخت و پیچیده است. اما نتیجه اون میشه جنگنده ای مثل F-35 که آدم رو یاد فیلم های علمی تخیلی میندازه. اما توی این برنامه میخوایم با جنگنده ای متفاوت تر از F-35 آشنا بشیم. جنگنده ای که تمام معادلات رو در زمان خودش به هم ریخت. هواپیمای بل D-188A در سال 1955 نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا نیاز خودشون رو به یک جنگنده مافوق صوت و دو منظوری بمب‌افکن ضربتی با قابلیت پرواز در تمام شرایط آب و هوایی، البته با قابلیت عمود پروازی یا پرواز از باند کوتاه رو اعلام کردن. این درخواست یک درخواست جاه طلبانه و با توجه به سطح تکنولوژی اون زمان بسیار جلوتر بود. ولی کمپانی بل به صورت غیر رسمی این درخواست رو قبول کرد و نیروی هوایی و دریایی آمریکا هم به صورت غیر رسمی شروع به همکاری کردند. کمپانی بل اسم این هواپیما رو D-188A و ارتش هم غیر رسمی دو اسم XF-109 برای نیروی هوایی و XF-3L برای نیروی دریایی گذاشت. D-188A یک هواپیمای باریک با بالهای کوچک که بالهای عقب تمام متحرک و تک سرنشین بود. ولی بسته به درخواست دارای 6 موتور برای نیروی هوایی یا 8 موتور برای نیروی دریایی بود. 8 موتور جت. در نوک بالها یک پاد با 2 عدد موتور همراه با پاسوز قرار داشت و پاد قابلیت چرخش از افقی تا عمودی و 10 درجه به عقب رو داشت و 2 موتور اصلی ثابت همراه با پاسوز در بدنه و در نسخه نیروی دریایی 2 موتور عمودی پشت کابین خلبان برای پرواز عمودی قرار داشت. ولی مشکل موتور بود، چون که باید از یک مدل برای راحتی تعمیر و تولید انتخاب می شد. پس موتور جنرال الکتریک J85 که تازه 5 سال تولید و طراحی شده بود مورد استفاده قرار گرفت. این موتور یک موتور توربوشت پسوزدار بود که 2680 پوند تراست بدون پسوز و 3850 پوند تراست با پسوز نیرو تولید میکرد و یک موتور اقتصادی توربوجت از نظر مصرف سوخت و طراحی بود. مدل غیر نظامی که بدون پسوزه به اسم CJ610 معروفه که در جت‌های کوچک غیر نظامی استفاده میشه و یکی از معدود موتورهایی که قابلیت اضافه کردن امکانات مورد نیاز رو داره. امروزه هم این موتور با اینکه یک موتور 70 ساله از نظر طراحی، ولی حتی در پروژه های پرواز های مافوق صوت پنج ماخی به عنوان موتور مرحله اول مورد استفاده قرار میگیره. نوعی که قرار بود روی D-188A استفاده بشه به عنوان جت لیفتر با تراست 4550 پوند با طول حدود 2 متر و قصر حدود 1 متر با وزن 333 کیلوگرم ساخته شد که بعدها در جت شخصی داسو فالکون 20 استفاده شد. اما نوع غیر نظامی اون 189 کیلوگرم وزن با طول 1 متر و 30 سانتی متر و عرض نیم متر و نوع نظامی اون به خاطر وزن اگزوز و پستوز 310 کیلوگرم با طول 2.8 متر و عرض 53 متر. دلیل این معرفی با جزئیات ابعادی و وزنی برای درک بهتر شکست پروژه لازمه. این جنگنده تمام ملزومات ارتش رو فراهم میکرد، حداقل روی کاغذ. ولی بعد از بررسی فاجعه طراحی خودش رو نشون داد. توی این برنامه تمرکز ما روی نسخه 8 موتوره نیروی دریاییه. نیروی هوایی به دلیل هزینه‌های عملیاتی زیاد و استفاده از موتورها برای ساخت جنگنده‌های معمولی و نیاز به یک جنگنده ارزان برای متحدین آمریکا کنار کشید.
اولین مورد استفاده از 8 موتور بود که یعنی پیچیدگی فنی بیشتر برای خدمه، تعمیر و نگهداری و هزینه بالاتر، در حالی که با همین تعداد 4 جنگنده معمولی مثل F5 میشد ساخت. دومین مورد 2 عدد پاد قرار گرفته در نوک بالها بودند که هر پاد فقط با احتساب وزن موتورها 610 کیلوگرم وزن داشتن و در اون زمان قرار گرفتن یک موشک مثل ساید وایندر که زیر 90 کیلو بود تنش زیادی به بدن وارد میکرد و اگر جنگنده روی زمین بود و در حالت آماده باش نبود معمولا جدا میشد. حالا تصور کنید حداقل وزن 700 کیلویی پادها که همیشه روی نوک بال قرار داشتن. پس تصمیم گرفته شد بالها کوچکتر بشن و به بدنه نزدیکتر باشن. اما این مشکل سومی رو ایجاد کرد و اون کم شدن حجم سوخت ذخیره شده در بال بود. بعد برای رفع این مشکل ضخامت بال افزایش پیدا کرد. ولی به دلیل کوچک بودن بال تعداد آویزگاه های سلاح کم شد و باعث ایجاد محدودیت عددی و وزنی دست سلاح روی جنگنده شد. این هواپیما توانایی حمل سلاح در زیر بدن رو نداشت. این جنگنده از 8 موتور استفاده می‌کرد که باعث می‌شد توقع زیادی برای حمل سلاح با توجه به ماموریت و دلیل طراحی داشته باشه. ولی فقط قابلیت حمل 1800 کیلوگرم سلاح رو داشت. این در حالی بود که یک F5 3200 کیلوگرم توانایی حمل سلاح داشت. چهارمین مشکل حرارت 6 موتور بود که عمود بر سطح ناو هواپیما بر می‌خوردند. حرارت موتورهای جت توانایی ذوب بیشتر فلزات رو داره و دلیل ذوب نشدن موتور استفاده از سوپرالیاژها با لایه‌گذاری سرامیکی و تزریق بخشی از هوای ورودی به عنوان ایجاد حایل میان گاز داغ بدنه است. ولی سطح ناوها اینگونه نیستن، هرچند توانایی حمل ضربات و فشار رو داره، ولی این حرارت باعث آسیب میشد و استفاده از آب دریا برای کم کردن اثر حرارت نیز کارساز نبود. واکنش نمک دریا با مواد سطح ناو در حرارت بالا بسیار مخربتر بود. از جمله مشکلات دیگه این هواپیما کمبود توانایی حمل سوخت داخل بدنه بود که 2 موتور ثابت AFT فن پشت کابین خلبان جای زیادی رو گرفته بودند. این جنگنده در طراحی به یک چرخه باطل رسیده بود که با کم کردن سوخت باعث افزایش حمل سلاح میشد، ولی باعث کم کردن برد میشد و با اضافه کردن سوخت باعث اضافه کردن برد ولی کم کردن حمل سلاح میشد. هرچند بل در تلاش بود این مشکلات رو رفع کنه، ولی با کنار کشیدن نیروی دریایی این پروژه بدون هیچ پیشنمونه ای فقط یک مدل پوسته به اندازه واقعی ساخته شده بود کنسل شد. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای این برنامه با همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب برای حمایت از ما فراموش نشه.